سلام دوستان وقتتون به باشه با شبنامه در خدمت شما هستیم در روزهای گذشته یک کتاب رو با هم شروع کردیم مرور کردن کتابی که توسط یک اندیشکده انگلیسی نوشته شده کتابی در خصوص توان ایران در منطقه خاورمیانه این کتاب حدودا 217 صفحه هست و اسم کتاب شبکه های نفوذ ایران در خاورمیانه هست کلا اون چیزی که من نوشته درباره توان ایرانه و ابتدای کتاب به دو تا بخش تقسیم شده یک بخشش رو اختصاص داده به صحبت های آیت الله خامنه ای رهبر ایران و بعد تاکید کرده بر اینکه دو نفر در این جغرافیا نقش داشتن یکی از اونها آیت الله خامنه ای بوده ای که بهش اشاره کرده گفته او در تشکیل چنین اردوگاهی از بعد از حمله آمریکایی ها و سرنگونی صدام به شدت نقش داشته بعد اشاره کرده به اسم یک نفر دیگه که من مجبورم از آوردن اسمش خودداری بکنم و احتمالاً شما میدونید منظور من چه کسی است اشاره کرد به فرمانده شهید ایران گفتی که ایشان هم از جمله کسانی بوده که در تشکیل این جغرافیا به شدت نقششه بعد یه سابقه ای رو گفته گفته ایران یک بخشی از نیروهای مسلحش چیزی از نام سپاه پاسداران که در اردیبهشت 58 توسط آیت الله خمینی تاسیس میشه بعد میگه که این تبدیل میشه به یکی از بازیگران تدافعی و تهاجمی ایران در منطقه و میگه که با توجه به اینکه به لحاظ فکری با ارزش اجتماعی و سیاسی رهبر ایران همسو بوده یعنی اصلا اومده بوده که از همین قضیه دفاع بکنه این مأموریت براش تعریف میشه که جنبش های و مسلمانان مظلوم در خارج از ایران رو حمایت بکنه ببینید این ترجمه کدوم جمله است این داره اشاره میکنه به همون جمله که آیت الله خمینی میگه که ما باید انقلاب رو به دنیا صادر بکنیم میگه که این بخش از نیروهای مسلح ایران و کارهایی که فرا داره انجامه در فرا در داره انجام در راستای این جمله هست یعنی اون هر کاری که میکنه میگه من میخوام این جمله رو محقق کنم اجازه بدید یه بخشی از گزارش رو از روی متن برای شما بخونم میگه که در داخل این بخش از نیروهای مسلح یه بخشی وجود نیروی قدس بعد میگه این نیروی قدس از نیروهای نامتعارفی تعریف شده که از جنگ تحمیلی ایران از دل یگانهای اطلاعاتی و نیروهای عملیات ویژه در اومدن و مأموریتی که برشون تعریف شده عملیات فرامرزی هست یه ابتدا ایرانی ها احمد وحیدی رو به عنوان فرمانده این بخش انتخاب میکنن مأموریتی که تعریف میشه این بوده که اگر خطری مسلمان ها رو در افغانستان آفریقا آسیا آسیای مرکزی عراق لبنان آمریکای لاتین و شبه جزیره عربستان تهدید کرد این نیرو بتونه اونجا ایفا نقش داشته باشه میگه 20 تا پایگاه نظامی در داخل ایران داره یک پایگاه نظامی در لبنان داره و پایگاه نظامی هم در سودان داره من اینا رو تایید یارت این چیزایی که این گزارش اومده در داخل این کتاب نوشته بریم ادامهش رو بخونیم من میخوام بخونی. بخون از این متن بخونم میگه که نیروی قدس انعطاف ایدئولوژیک دارد و از گروه های حمایت میکند که آنها را عضو محور مقاومت تلقی نماید دقت این چی شد میگه اومده یه اسم گذاشته تحت عنوان محور مقاومت یه تیتر نوشته این اسم تیتر هم هست روی تخته محور مقاومت بعد گفته هر کسی که زیر این محور تعریفش کنم از ازش حمایت میکنم و از ظرفیتش استفاده میکنم و اون در رو من قرار میگیره برای اینکه اونتون در منطقه خبرونه اون چیزی که مد نظر اون هست رو پیش ببریم و میگه که چند تا نکته است تو اگر داشته تو عضو محور مقاومتی یک حاضر باشی با دشمنای ایران دشمنی بکنی یعنی چی پس تا اینجا متوجه میشیم تو باید کسی باشی که دشمن مشترک با ایران داشته باشی دیگه اگر مثلا دشمن مشترکی نداشته باشی بخشی از محور مقاومت نیستی اگر آمریکایی ها کشور تو رو تهدید نکرده باشن تو بخشی از محور مقاومت نیستی اگر صهیونیست‌ها برای تو تهدید ایجاد نکرده باشن اگر تکفیری‌ها برای تو تهدید نباشن خب طبیعتا تو اوزوین محور نیستی ولی میگه وقتی تو این دشمن مشترک رو با اونها داشته باشی بخشی از این محور تعریف میشی اگر حاضر باشی در راستای مقابله با این دشمن مشترک با اونها همکاری بکنی و یا کنارشون باشی دوستان این نکته داخل پانتزیم اگر یک نفری داخل شبکه اجتماعی یه لایک میذاره زیر یه مطلب یه کامنت میذاره و اون مطلب رو خودش در راستای منافع محور مقاومت میدونه مثلا میگه که من این مطلب رو لایک کردم این کمک میکنه به اینکه جامعه من با واژه شهید آشنا بشه جامعه من با واژه قهرمان وطن آشنا بشه یا نه جامعه من حسش نسبت به وطن خوب بشه ببین تو وقتی این کارها رو انجام بدی تو میشی بخشی از محور مقاومت تو میشی سرباز محور مقاومت یعنی انقدر پیچیده داستان رو نبینید داستان خیلی پیچیده دا و سخت نیست به همین سادگی این اتفاق میفته و اونهایی که در کنار ما قرار گرفتن از همین ابتدایات و از همین بدیهیات در کنار ما هستن پس این مسئله رو جدی بگیرید آن چیزی که در حوزه جنگ نم تعریف میشه در حوزه جنگ سایبری تعریف میشه در حوزه می حوز می حوز می حوز مقابله با تهدیداتی که عربستان سعودی سایبر و بقیه سایبری هاشون علیه ما تعریف کردن به اصطلاح خودمون تعریف میشه همین کاراست که شما اگر این رو انجام بدید شما سرباز سایبری محور مقاومت هستی. داریم ادامه گزارش رو بخونیم میگه که حدود سال 1998 بود که احمد وحیدی رو میفرستن وزارت دفاع و فرمانده شهید که اون موقع سرتیپ بوده جایگزین ایشون میشه حالا یک اشاره داره میکنه به زندگی ایشون میگه فرمانده شهیدی که من مجبورم اسم رو اینطوری به ببرم که به عنوان فرمانده نیروهای قدس انتخاب میشه ایشون در یک خانواده کشاورز در شرق ایران به دنیا میاد و در سن 13 سالگی برای اینکه بره به شغل برسه و اینکه کسب و کار داشته باشه و, و مشکل معیشتی خانواده برطرف بشه کار کردن در جامعه خودش رو شروع میکنه بعد میگه در نهایت ایشون در سازمان آب کرمان مشغول کار میشه فهمونده شهید رو داره میگه بعد میگه که اولین مسئولیتی که براش تعریف میشه در جنگ ایران و عراق بوده زمانی که جنگ میشه این به جبهه میره یه ماموریتش تعریف و این بوده آب برسونه به بچه خط مقدم گفتن که خب تو تو سازمان آب کرمان کار میکردی خیلی خوب دمت کمک بکنیم. آره آره من کجا کمک کنم تو اینجا سا آب برسون خط مقدم همین بچه ها اونجا تشن تو آب برسون بشون میگه که بعد از این ماجرا اون چیزی که اتفاق میفته این بوده که تلفات فرماندهان ایرانی در جنگ عراق بالا میره میگه زمانی که این تلفات فرماندهان اتفاق میفته اینها به این جمعنی میرسن که خب ساختار رزمشون داره به شدت آسیب میبینه باید نیرو جایگزین بکنن دیگه میگه نیروهای جدیدی رو در جبهه رزم و جبهه های نبرد مستقر میکنن میگه یکی از این نیروها ایشون بوده که به شدت اونجا پیشرفت میکنه و به شجاعت شهرت پیدا میکنه میگن نمیدونی اصلا یه نفر اومده توی این جبهه اسمش حالا اسم اون شخص رو میگفتن فرمانده شهید ایرانی هاست. که این خیلی آدم جسوریه خیلی شجاع خیلی نترسه من چیز داخل پنتز رو یه حرفی رو آیت الله خمینی قبلا زده بود و اون حرف رو بعضی شاید نتونن هضمش بکنن کتاب به دشمنان ایران میگه میگه این جنگی که 8 سال اومدی کشور ایران رو تحمل کردی بهش 8 سال تحمل کردی به کشور ایران و 8 سال ما رو باش به خیال خودت به چالش کشیده این برای ما یه نعمت بود آقا چجوری مثلا جنگ چجوری نعمت تو داری ما. ما این همه کش داریم تو جنگ تو میگی نعمت بوده آره اون داره یه نکته ای رو این وسط میبینه که شما متوجهش نیستی من ساده بکنم اون نکته رو ببین یه مسابقه برگزار میشه تو تلویزیون ایران تو نقاط دیگه, دیگه دنیا هم این مسابقه به شیوه های دیگه برگزار میشه اسم این مسابقه چیه اصل جدید میگه آقا بیاید اینجا هر کی هر حرکتی بلده بیاد انجام بده ما میخوام استعدادیابی بکنیم یکی مثلا میاد خوانندگی میکنه یکی جانگولر بازی میکنه یکی نام هر کی هر حرکتی میزنه استعدادها شکوفا میشه جنگ تحمیلیه اون نقطه بود که استعدادهای نیروهای ایران جوان جوانهای ایرانی در حوزه نظامی شکوفا شد ایرانیا تجربه پیدا کردن این حرف من رو ببین بذار یه چیز ساده بهتون میگم این حرف رو دقیق متوجه بشید ما الان وقتی در خصوص ارتش های دنیا صحبت میکنیم ارتش آمریکا یه مقدارم ارتش روسیه است که اینا کار نظامی انجام دادن حتی چینش هم ژنرال و نیروهای نظامی که تجربه جنگ داشته باشن رو الان به اون صورت نداره یعنی شما توی این فرماندهی میدانش اصلا جنگ ندیدن نه اصلا انفجار گلوله رو در فضای خارج از رزمایش ندیده در فضای واقعی ندیده این برای نیروهای تجربه شد های ایران اینو تجربه کردن اینکه که میبینی تو منطقه خاورمیانه هر کسی میاد عملیات بکنه به چالش کشیده میشه ایرانی بی پروا داره عملیات میکنه و موفق میشه به خاطر همین چون من تجربه کردم من اینو یاد گرفتم من صحبت کردم با زبان گلوله رو 8 سال فهمیدم که هفت سال قبل از انقلابم اگر اینا رو فهمیده بودم بحرین از کشورم جدا نمیشد این جمله رو من وام گرفتم از یه توییتی که یه رفیقی فرستاد دیدم خیلی جمله منطقی هفت سال زودتر انقلاب کرده بودیم با این جماعت زلزله که 8 سال جنگیدن نذاشن چیزی کشور جدا بشه هفت سال زودتر با اینا انقلاب کرده بودیم اصلا بحرین از ایران جدا نمیشد الان تو منطقه غرب آسیا هر کسی میخواست توی خلیج فارس بره بیاد باید از بین دو تا منطقه شما رد میشد به شما پاسخگویی میکرد خیلی این حرفا این حرفا خیلیه اینجا داره به همین اشاره میکنه این فرمانده ها اونجا مسئولیتش آبرستانی بود بعد فرمانداش این که شایچان این جایگزین میشه میگن فلانی تو بیا کمک کن تو بیا فرمانده شو اونجا شجاعت از خودش به خرج میده و شجاعتی که از خودش به خرج میده باعث میشه که بیاد به این جایگاه برسه که فرمانده های نیروی قدس ایران بشه که حالا یعنی انگلیسی بیا در یه کتاب 216 صفحه‌ای بنویسه داستان زندگی یک کودک در یک خانواده کشاورز در شرق ایران که خاور میانه روی انگشت دستانش میچرخ بریم ادامه گزارش رو هم بخونیم میگه اون مأموریتی که در سپاه پاسداران برای ایشان تعریف میشه سرکوب شورش های مرزهای شرقی ایران و مبارزه با قاچاق مواد مخدر بوده خب داستان معروف در این خصوص خیلی زیاد داریم یکی از داستانهایی که خیلی درباره ایشان مطرح شده اینه که توی یه منطقه ای در شرق کشور ایشون میره اشرار رو محاصره میکنه این این داستان رو شهید کازمی در کردستان عراق انجام تو کردستان عراق من اول داستان حاج بگم بعد میرسیم به شهید کاظمی میگه که میره اونجا همه چیزو هماهنگ میکنه برای اینکه اشرار محاصره بشن میگه مونتو قبلترش یه کاری کرده بوده قبلترش میاد تهران با دولت یه دعوای اساسی میکنه میگه آقا جون تا زمین به من بده چهار تا فضا به من بده که من وقتی به طرف میگم تفنگ تو زمین مواد نفروش بگم که بیا برو اینجا مشغول کار شو اینو برای اینا پیگیری میکنه برای اشرار اینو پیگیری میکنه بعد دستور با نیروی مسلم. میگه آجون. همه بریم میخوایم محاصره بکنیم این منطقه رو دور تا دور اشرار رو محاصره میکنن بعد یه پیام میفرسته میگه آقا من فلانی هستم حرف دروغم تا الان تو عمرم نگفتم برات زمین فراهم کردم همه چی فراهم کردم بیا برو کار کن اگر نمیخوای کار بکنی بسم الله الرحمن الرحیم من آمادم همین امروز داستانو تمامش کنیم بره رو هم اصله بکشیم ببینیم که چه کسی وسط اون یکی رو جمع میکنه اون کسانی که این داستانو تعریف کردن میگن آقا دونه دونه اینا از اون بالای کوه اومدن رفتن پیش هاجغاسم. یه تعهدی از اینا گرفت و اونجایی که بعد مشغول کار میشدن رو بر تعریف کرد میگفت الان همون که از ظرفیتشون داره استفاده میشه برای امن نگه داشتن اون منطقه و همونهایی که شغل شریفی دارن و دارن به مردم خدمت میکنن هم همینان همین آدمایی که اونجا این رفتار رو با اینها داشت که این, این داستان رو به شیوه دیگه شما مشابهش از شهید کاظمی داشتیم در کردستان عراق یه بازه زمانی که اونجا اقدامات تروریستی علیه ایران دیگه خیلی بالا میگیره اینها چندین کیلومتر میرن در خاک عراق حاج احمد میره در یک ارتفاع مستقر میشه نیروها محاصره میکنن اون منطقه رو بعد بهشون به طور رسمی اعلام میکنن میگه که آقا ما بلند اینجا بجنگیم یا تمامش کنیم داستان رو تمامش کنیم از نظر ما یعنی تفنگ بسازید یعنی برید کار رسانه‌ای بکنید دیگه کسی حق نداره علیه ما تفنگ دست بگیره و یکی از فرمانده های موشکی ایران تعریف کرد من الان حضور ذهن ندارم میگفتش که آجمه تماس گرفت با ما گفتش که فلان این ما مستقر شدیم گفتیم که آجی لازم ما مثلا شلیک موشک داشته باشیم توپخونه عملیات بکنی یا نه میگه گفتش که این گلوله که میخوای شلیک کنی قیمتش چقدر اینو به من بگید من ببینم اینا اصلا ارزش شلیک کردن دارن یا نه اگه ارزش داشتن میگم شلیک بکنید اگر نه خودمون بساتشون جمع میکنیم ببین یه همچین جماعتی از نمیدونم اداره آب و اداره کجا و از پای زمین این کشاورزی رفتن استعدادیابی شدن از جدید ما دفاع مقدس بود اونجا استعدادیابی شدن و در نهایت رسیدن به یک نقطه‌ای که الان دربارشون این مدیح سراحی ها توسط دشمنان ما انجام میشه بریم ادامه گزارش رو بخونیم اومده اشاره کرده به چند تا اتفاقی که در منطقه خاورمیانه رخ داده بعد رفته توی سال 2007 و 2008 گفته اون موقع قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای ایران در منطقه بوده میگه که ژنرال پتراوس فرمانده نیروهای آمریکا در این منطقه میشه و میگه زمانی که پتراوس مسئولیت رو بر عهده میگیره یه نامه محرمانه رو فر فرمانده ای ایرانی برای اون میفرسته من جزئیات نامه رو حضور ذهن ندارم چی بوده این چیزی هم که اینجا این میگه نمیدونم چقدر میشه بهش استناد کرد ولی میگه که خلاصه ماجرا این بوده که این تو نامش خطاب به پتروس میگه که تو باید یه چیزی رو بدونی و اون این هست که من قاسم سلیمانی هستم سیاست ایران درباره عراق لبنان غزه و افغانستان رو من کنترل میکنم و واقعیتش رو هم بخوای اون سفیری هم که در بغداد داریم اون سفیر از نیروی وزارت خارجه نیست اون عضو سپاه قدسه بعدیش هم که میخوایم جایگزین بکنیم اون از نیروهای منه و حواست باشه داری وارد منطقه ای میشه اینجا منطقه ای منه و اگر این منطقه ثبات خودش رو از دست بده به واسطه حضور تو و آمریکایی ها بخواد ثبات خودش رو از دست بده یک تهدید نظامی برای ایران خواهد بود پس من وظیفه خودم اینا به شیوه خودم و این داستان مقابله بکنم میگه این پیامی است که ایشان برای ژنرال پتروس ارسال میکنه ببین اصل پیام معروفه خیلی کتاب های مختلف گزارش های مختلف اخبار مختلف نوشته شده که فرمانده ایران یه نامه محرمانه نوشته یه روز اینها رفتن تو محل کارشون دیدن نامه رومیزه احتمالاً اینا رو شنیدین این نامه معروفه فرمانده شاید اون رو شنیدین که این شکلی نوشته شده و اون موقعی که مطرح شد در رسانه خیلی جارو جنجال کرد من اصلا نمیخوام این گزارش ها رو تایید یا بکنم ولی اون جمله که من میخوام انتهای شبنامه امشب بگم این بود که ژنرال پتروس بعدا یک جمله ای رو میگه که اون جمله ذهن خیلی ها رو درگیر کرد و متاسفانه خیلی در ایران دیده نشد و این جمله زمانی بود که اون مسئولیت رو تحویل داد و از خاورمیانه رفت و اونجا اعلام کرد که خاور میانه روی انگشتان فردی چرخه به نام قاسم سلیمانی جمله بی‌نظیری که توسط این آدم گفته شد و همین برای شناخت این فرمولیشه ایت کافی. دوستان من هنوز هیچ ذره از کتاب رو برای شما هم نخوندم یعنی خیلیش مونده ولی میخوام بذارم در شب های بعد دیگه داستان رو با هم بریم جلو ببینیم که چیا گفتن در روی فرمولیشه ایت اون چیا گفتن منطقه رو چه شکلی میبینن ماها رو اینا چه شکلی میبینن یه یعنی مفصل دیگه در شب بعد با هم دیگه بررسی خواهیم اگر اجازه بدین من خیلی دوست دارم یه پیام برای شما بخونم یک دوست بزرگواری راننده اتوبوس هست شبنامه های ما رو توی اتوبوس پخش میکنه لطف کرده ما شبنامه ها رو پخش میکنه و اون عزیزانی که سفری را طی میکنن در بخشی از سفرشون این فایل صوتی رو دارن میشنون من یکی از پیام ها رو میخوام برای شما بخونم که به این ماجرا ربط داره یکی از دوستان نوشته که سلام آقای تحلیگر. من یک خانم هستم که مدت کوتاهی صبرام های شما آشنا شدم حدودا 5 6 ماه قبل در یک پیج اینستاگرامی یکی از تله شما در قالب شبنامه رو دیدم تقریبا دو هفته پیش در یک اتوبوس بین شهری برنامه شما به صورت تصویری پخش میشد و من اولین بار چهره شما رو مشاهده کردم بعد از اتمام سفر آدرس پیج شما رو از و الان حدود دو هفته است که برنامه های شما رو دنبال میکنم خواستم بگم بسیار برنامه های مفیدی دارید و جامعه امروز ما شیدا به آگاهی نیاز دارد از سلاش های شما بسیار ممنونم و به نوبه خودم سعی میکنم دوستان آشنایان و فامیل رو ترغیب کنم به دنبال کردن برنامه های شما سربلند باشید سلام و عرض ادب خیلی مخلصم خیلی خوشحال شدم از این پیام و خیلی باعث افتخار این پیامی که برای من فرستادین یه تشکر ویژه میخوام بکنم از اون عزیز دلی از اون بزرگتری که در اتوبوسش لطف میکنه افتخار میده و برنامه حقیق رو پخش میکنه و یه ارزده بکنم به اون رفقایی که این برنامه رو دارن میشنون صدای ما به همین شکل به لطف شما با کمک شما داره شنیده میشه بارها و بارها صفات از اساس خارج شده این لطف همت و غیرت شما بوده که داره کار رو پیش میبره از همه شما رفقا صمیمانه تشکر میکنم از اون رفیقی که لایک میکنه مطلب و از اونی که کامنت میفرسته از اونی که محتوا رو داره ارسال میکنه و هر کس که به هر شیوه به دیده شدن کمک کرده من نکته دیگه ندارم اگر احساس که هست برای ما بفرست خیلی مخلصیم وقتتون بخیر